خب سلام به دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه مقداری از یه تایمی به بعد تصمیم گرفتم بیشتر روی یوتیوب باشم و حالا شاید هم قبلا توی استوریام گفته بودم، خب به هر حال یه سری اتفاقا افتاده که میخوام رویه کاریمو یه خورده تغییرش بدم. یکی از این داستانام همین ساختن ویدیو، برای که فکر میکنم به هر حال یه سری تجارب دارم، حالا چه به لحاظ برنامه غذایی و ورزش کردن و هنر و خیلی چیزهای دیگه، میتونیم این تجربه ها رو با شما هم در میون بذاریم و فکر میکنم جالب باشه شما هم بدونید که من مثلا چه غذایی میخورم، در طول روز چه کاری انجام میدم و ورزش مثلا چه شکلی و از این داستان هم. در صورت بریم سر اصل مطلب. من آخرین وعده غذایی ساعت 8 شب دیشب خوردم، یعنی شام من حدودا ساعت 7:30-8 تموم شد. چرا اینو میخوام بگم؟ چون ما ایرانی هستیم، چون که من الان حدود 3-4 سال فستینگ رو انجام میدم، یعنی روزه میگیرم و این باعث شده که من چربی سوزی بکنم و بدنم همیشه اون شیپ و حالتی که دوست دارم رو داشته باشه. البته خب به هر حال فقط اون المان نیست، المانهای بیشتری هم درش دخیله و فقط روزه گرفتن کمک نمیکنه که تو فقط چربی بسوزونی، باید یه سری کارهای دیگه هم انجام بدی. حالا کاری ندارم، با 8 شب دیشب ما غذامون رو خوردیم، تموم شد رفت و از 8 شب دیروز غذا نخوردم و فقط آب خوردم، یه قهوه تلخ هم صبح خوردم و الان ساعت 2 ظهره. خب بریم سر اصل مطلب. پس چند ساعت شده؟ تقریبا فکر می‌کنم 18 تا 19 ساعته که من غذا نخوردم و این باعث میشه که به هر حال توی فرآیند چربی سوزی باشی، انسولینت میاد پایین و هورمون رشد میاد بالا، تستوسترون بیشتر توی بدن ترشح میشه و خیلی اتفاقای خوب دیگه هم میفته توی بدن که الان توی این برنامه جاش نیست. برنامه‌های بعدی شاید راجعش صحبت کنم، بستگی داره که اگه ازم بخواید یا نه کامنت بذارید که اگه خواستید بیشتر راجع به این داستانا توضیح بدم. حالا امروز میخوام چی بخورم؟ بعد یه چیز دیگه هم بهتون بگم، من الان 1 ساله که گیاهخوار شدم و اینکه حالا این چالش رو من باهاش روبرو شدم که چه چیزایی باید بخوری که پروتئین‌ها تامین بشه. خب به هر حال دیگه تو گوشت و این داستانا رو هضم می‌کنی. گیاهخوارم با ویگن فرق میکنه، خیلی هم دارن میگن ویگن، نمیدونم وگن، این کلمه تلفظش اشتباهه، ویگنه. اینم یه چیز دیگه بهتون یاد بدم. بنابراین من ویجیتریانم، یعنی من میتونم فراورده های لبنی رو یا مثلا تخم مرغ رو همچنان استفاده کنم که گاهن استفاده میکنم ولی خیلی کمش کردم. در هر صورت بزرگترین منبع پروتئینی من در حال حاضر توفوه که حالا عکس و ایناش هم براتون میذارم که ببینید، ولی خب توی یه پکای به این شکل میاد که هارد توفو از استفاده میکنم که در واقع سخت‌ترین و سفت‌ترین حالت توفوه. هر 200 گرمش به شما تقریبا 40-50 گرم پروتئین خالص میده و کاربوهیدراتش خیلی پایینه، فت و ایناش هم که واقعا اصلا یه چیز معجزه آساست. ولی در مورد توفو بعدن بیشتر راجبش صحبت میکنم، چون یه سری شایعه ها هست و راجبش داستان هایی هستش که باید بیشتر بدونید که مصرف بیش از حدش ممکنه براتون هم بد باشه. حالا به هر حال من یه تیکه از اینو، چون اینو من به 3 قسمت تقسیم میکنم، 650 گرم به 3 قسمت تقسیمش میکنم، قسمت های کوچولو به این شکل و اینا رو خورد میکنم. بعد از اینکه خوردش کردم، حالا من اینو برگردونم سر جاش ولی براتون عکسش حتما میذارم، بهتون میگم چقدر پروتئین داره هر 100 گرم و از این صحبت ها. این منبع تقریبا میشه گفت یکی از منابع اصلیه که من پروتئینمو ازش میگیرم، توفو سخت. منبع دومی که من پروتئینامو ازش میگیرم آقای عدس هست که اینو من معمولا پریپک میکنم که مشکل درست کردنشو هر بار نداشته باشم و همیشه آماده است. هر 400 گرم عدس پخته همینطور که میدونید حدود 20 گرم بهتون پروتئین خالص میده که من پروتئین اینو ترجیح میدم به این، چون که سالم‌تره، اما بازم داستانه خاص خودشو داره که در یک وعده ویدیوی جداگونه راجع به این داستانام صحبت میکنم. پس این به من
40 تا 50 گرم پروتئین میده، اینم قطعا 20 گرم پروتئین هر 400 گرمش میده که با هم میشه 60 گرم پروتئین خالص. برو حالشو ببر، برو حالشو ببر، با من نموندی، برو حالشو ببر، تو منو فروختی، برو حالشو ببر، با من نساختی، برو حالشو ببر. و مواد بعدی، مواد میدونم چه مواد مخدر تریاک، چند وقته؟ دو سه ماه میشه. اینم برنج که من زیاد اهمیتی نمیدم، برنج خام باشه، چیز برنج قهوه‌ای باشه، قرمز باشه، سفید باشه، آبی باشه، هر چی باشه مهم نیست، چون واقعا اختلافشون اینقدر کمه که اصلا مهم نیست واقعا. و برنج سفید رو بیشتر دوست دارم، تیستش بهتره، مزهش بهتره. و از این صحبت ها، حالا ما ویدیو رو اینجا کات میکنیم، من اینو خورد میکنم که قاطیش کنم با یه سری از مواد در واقع ادویه‌جات که اونا رو هم بهتون نشون میدم که بله میزنه ضربه برگردون، به تیر میخوره، به تیر میخوره، برگردونه. فکر کنم قطع شد یه لحظه صدا، بازم ببخشید بابت این قضیه، ولی اینو من میخوام در واقع خورد کنم، بعدا میبینید اینو چجوری خوردش میکنم. الان ویدیو رو قطع میکنیم.